بازار سلطان کبیر بعد از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچه را که از آتش مان میبرارند و بازار را پاک میکنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمولی برمیگردند. مسئولین بازار گفتند مغازه های سوخته را تعمیر میکنند و در اختیار صاحب کاران میگذارند. معمولاً بازار تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونا رو برقرار نموده تا همون مدتی که اونا مثلا ضرری بودگیشون وای میشد روی پوش کرده میشد اونا رو دستگیری میکنند. چگونه دستگیری؟ مقصد اون خروجی که از طرف بازار میشد از اونا رو آزاد میکنند. ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با امید دریافت کمک از مسئولین بازار نمیخواهند در این باره صحبت کنند. به گفته مسئولین بازار سلطان کبیر، در آتش سوزی صبح 25 ژانویه 46 دوکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دوکانداران تقریبا 800 هزار سامان زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌های برق سر زده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحب کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت.